نوشابه وا کنم آقا؟ نه بدون اینکه برگردی منو نگاه کنی به نشخوارت ادامه بده. بعد نگرد میگم. اون خطری داره ما رو تهدید میکنه؟ این یارو سمبوسه فروشه جز گروه مافیاست. وانمود کن منو نمیشناسی و لبخند بزن. خوشحال باش. اینقدر نه تابلو آی کیو. لبخند معمول بزن. قربان ترمینال این نزدیکی هست. بیا دو تا بلیت بگیریم برگردیم قصر. دیگه نمیتونی مالوده مافیا شدی. شما چیزی می‌خواستی آقا؟ بله؟ شما چیزی می‌خواستی؟ من چی داری؟ چی منظورت چی؟ نمی‌دونم ما فقط اینجا سموسه داریم. بدن. سموسه داری بده بعد. یه دست سموسه بده. دست شما ده. بگی سموسه. نوشابه بکنم. نه. گوش کن منو. گوش کن منو. یه همکاری قراره بیاد به ما کمک کنه خب؟ اسم رمزش اینه. وقتی این اسم رمزو شنیدی فوراً به من خبر میدی. میگی که امشب بارون میاد از توی اون میگه یعنی امشب بارون میاد از توی ناودون میاد. قراره کسی بیاد جلو؟ میگم چی گفتم الان دو ساعت؟ دوست و همکارمونه قراره بیاد به ما کمک کنه. میاد اسم رمزو میگه. چی میگه اسم رمزو؟ میگه بارون میاد جرجر پشت خونه هاجر. امشب بارون میاد از توی ناودون میاد. بله بارون میاد جرجر پشت خونه هاجر. از توی ما امانتی ما آماده است. آره بس این یارو رو تعقیب میکنی سایه به سایه. خب برو دیگه رفت. آیمو پولش چی میشه؟ من میدم. من حساب میکنم. آره. من حساب. قربان ما اونجا بودیم که یه یارو اومد تو مغازه به ایتالیایی گفت که اون امانتی رو بده. گفت فرت فرتی یعنی امانتی رو بده. بله 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 اصلا خیلی تابلو بود. فکر میکنم یه مقدار کوکائین هم خورده بود. بله ساید رو فرستادم تعقیبش کنه الان. بله قربان شما ساید رو نمیشناسید. مثل کنه میچسبه به یارو ولش نمیکنه که اصلا خاطرتون از اون بابت شما جمع باشه. بله نه نه خیلی. بله دیگه فرمودین بارون میاد جر جر پشت خونه هاجر. آه معذرت میخوام. آها اون میگه امشب بارون میاد میگید که از تو ناودون میاد. بله بله این ساید احمق برو. بله چشم چشم. بله 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 خیلتون راحت. متشکرم خلاص. پسر نایت نگرانی؟ ساعت دیر کرده. ساعت کجا فرستادیش مگه؟ اصلا نباید میفرستادمش. میگم کجا فرستادیش؟ فرستادمش دنبال یه جنایتکاری رو تعقیب کنه. جنایتکار؟ بله بله. کی فرستادیش؟ ساعت دو بعد ظهر. دو بعد ظهر فرستادیش هر نایمده؟ نه خیر. خودم به درست بیارده الان نکن. تکام خوردنش از بین رفته. بله تشکر میکنم دلداری میدین آدم. حواست جمع باشه بشن مهمون داریم ها. مهمون برای چی؟ بشن جشن مالی. به چه مناسبت؟ به مناسبت این مدالی که شما گرفتی. شما برید من میام. ساعت بیاد من میام. شما برید آمده شید. بفرم. 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 سلام. کسی تعقیبت نکرد؟ نه قربان تو اینجا با سینه خیز اومدم. این چه شکلیه الان داری؟ صبح که من رو فرستاده بود دنبال این نرغوله هی
من تعقیبش کردم. اون رفت، من دنبالش. هی وایستاد، منم وایستاد. دوباره رفت، باز من رفتم دنبالش. باز وایستاد، منم وایستاد. دوباره یه خود دیگه رفت، من خودمو هیچ چیز دیگه، بعد دیگه نفهمیدم چی شد دیگه، حالا چی شد. برگشت دیگه نفهمیدی چی شد. یعنی به باد دادی زحمات و همه رو رفت دیگه. بله قربان. آره. برو همون. وایسا. فاصلت با یارو چقدر بود تعقیبش می‌کردی؟ 12 سانت. 12 سانت. برو همون. چشم. اون کاغذی که اسم رمز روش نوشته بود همراته؟ قربان. اسم رمز رو یا حفظ کردم، کاغذش انداختم دور. اسم رمز رو حفظ کردی؟ بله بله. کاغذش انداختی دور. بله. بگو اسم رمز رو. مگه یارو میخواد بیاد اینجا قربان؟ آره، اسم رمزو بگو. چیزه، بارون میاد جرجر پشت خونه هاجر. داره بارون میاد. داره بارون میاد از توی از خونه هاجر. این لوله ها هست از پشت بون میاد به تو حیات فلزیه. بله لوله گاز قربون. نه، اون قدیما بود که این حلبیه، از پشت بون بارون میاد توش میره خونه حاجر. از توش بارون میاد میره کف حیات. داره بارون میاد از توی ناودون. اونا ناودون اسمشون اونایی که قدیم بود. ناودون میاد. داره بارون میاد از توی ناودون میاد میره خونه حاجر. ناودون میاد دیگه اون ادامه نداره. داره بارون میاد از توی ناودون میاد. الان افتاد. بله بله. قربان اگه سوالی نداری زودتر بریم. من شکم داره قارقور میخوره. 17 تا سموسه خوردی بیرون. شکم داره قارقور میکنه. قربان این سموسه ها شوخیه. داره اشتهاوره اون. بارون میاد از توی ناودون میاد. ناودون برو. بله چشم. وایسا. سعید جان موقع شام شام میخورن، موقع کار کار میکنن. شام تو بخورن. ببخشید ببخشید دوست و هم کلاسیم خانم افتخاری. کارگاه پشندی و دستیارشون از دایره کشفیات هستن. ایشون دستیارشون. بله بله. جناب پشندی راستشو بفرمایید، شما خودتون زحمت کشیدین پختین یا سفارش دادین از رستوران آوردن؟ نه خیر، من اصلا غذای رستوران رو قبول ندارم. پس دست مریضا. آقا پشندی دست درد نکنه. دست مریضا. سایقه بود. داره بارون میاد. از توی ناودون میاد. بفرمین، بفرمین. ما امروز توی سمبوسه فروشی بودیم. خدا من نمیدونم جریان از چه قراره. همون که نزدیک ترمیناله. آقای پشندی از شامتون خیلی ممنون. آقای پشندی از شامتون واقعا متشکر. ما خیلی درس داریم، باید بریم. تیامبو بنه بونجورنو مافیا. بله
اگه به من میگفتی میشناسیش، من جلوی هم آدم خیت نمیشدم. ای بابا، گفتم که نمیشناسمش. ای بابا چه رویی داری تو؟ قرار سمبوسه فروشی با هم دیگه گذاشتین. بابا سمبوسه فروشی کجاست؟ باور کن من تو عمرم یه دونه سمبوسه هم نخوردم. اشتباه کردم اومدم اینجا. من از دروغ متنفرم. به خدا دروغ نمیگم شقایق. دروغ نمیگی ثابت کن. ای بابا چه گیری افتادم. اصلا یه ماشین بگیری من برم. ای کیه؟ ای ببخشید یه لحظه. من میخوام بفهمم این مسخره بازی ها چیه؟ سلام علیکم. میخواستم به دوستتون بگین یه زنگ به رئیس بزن. یه زنگ به رئیس بزن. بفرمایی مریم خانم. یه زنگ به آقای رئیس بزنید. ایشون فرمودن. بابا رئیس دیگه کیه؟ من با کی زنگ بزنم؟ به خدا دارم دیوونه میشم. تو رو خدا یه ماشین بگیری من برم. قربان فردا میریم سراغ سمبوسه فروشه. سمبوسه فروشه؟ بله بله. تا اون مأمور ضد مافیا نیاد من پامو از این خونه بیرون نمیذارم. گیریم اصلا نیامد قربان. میخوام چیکار کنم؟ چی اصلا نیامد؟ مگه میشه نیاد؟ مزخرف چرا میگی آخر شب؟ مگه میشه نیاد؟ خب رئیس قول داده دیگه. مافیا که با کسی شوخی نداره که. یه نارنجک میذاره لای سمبوسه، یه کاغذ میپیچه دورش، نمک فلفل میزنه میده بخوری. بعد هر تیکت میچسبه یه طرف مغازه. نفهمی از کجا خوردی؟ شوخی که ندارن با آدم که. بله. صدا زنگه. چی نگاه چرا میکنی؟ صدا زنگ اومد. پاشو یارو الا بود. چی ور میداری؟ داره زنگ میخوره قربان. میدونم اول باید اون اسم رمزو بگه. من افتاد الان. بله بله. وردار. چی ور میداری؟ من باید گوشی رو وردارم. بله داره بارون میاد. بله داره بارون میاد. از تو نافدون میاد. از تو نافدون میاد؟ بله. از تو نافدون میاد، از آسمون میاد، از زمین میاد. در باز کن بابا. آه خیلی خوب خودش. شما تشریف بیارین بالا. بالا؟ بالا برای چی بیام؟ بیا بالا، واحد سه. بوف کن. دست گلتون درد نکنه. صف کن. بیا. یارو وارد که شد دست از پا خطا کرد. بله. یه دونه با این میزنی تو مغزش بریزه تو حلقش. یعنی بکشمش قربان؟ یارو اگه مامور ضد مافیا باشه بلد از خودش چجوری دفاع کنه. میخوام یارو فکر نکنه ما دوتا هویجیم. بله. بگیر اینو. حاضری؟ بله بله. باش بینم. برکت. باش. دست راست رو بده من. حالیته برای چی زدیش؟ به خیلی گذشت کن. شمالتون خوبه؟ آقا اینجا چه خبره؟ آقای رئیس به شما زنگ زدش بیار اینجا؟ نه خیر بابا. من تو آژانس بودم، یه خانومی زنگ زد گفتش ماشین میخواد، آدرس اینجا رو بهم داد. راننده آژانس هستی؟ بله. بفرمایید من میگم خانوم بیان بیرون. برو همون. بله. برو همون. دست گلتون در. وایسا اسلحه رو بده. برو همون. بله کیه؟ داره بارون میاد. بله؟ داره بارون میاد. داره بارون میاد؟ کو بارون نمیاد آقا. داره بارون میاد. کیه؟ قربان یه آقای زنگ زدی میگه داره بارون میاد. بله. داره بارون میاد. بارون نمیاد؟ کجا بارون میاد؟ داره بارون میاد. چرا مزخرف میگی؟ دیشب بارون اومده. داره بارون میاد.
ای احمقا. سلام قربان. 308 هستم. بله پیداشون کردم. بله منتها رمزو فراموش کردم. بهشون میگم داره بارون میاد، میگن دیشب بارون میومده. بله اطاعت. خداحافظ. علی. بله. هیچ معلوم از چی کار میکنی؟ سلام جناب رئیس. بفرمایید مشکلی پیش اومده؟ مأمور ضد مافیا به من زنگ زد و گفت شما رمز رو فراموش کردید. رمز چی رو فراموش کردیم؟ همین دختره دیگه، دوست شقایق هست. شقایق کیه؟ چرا مزخرف میگی؟ مأمور من مرده. آها همون راننده آژانسی که دیشب اومد. تو از کی حرف میزنی؟ آها هم دیشب اومد راننده آژانس. اون امروز صبح به من زنگ زد، نیم ساعت پیش. آها این نون خشکیه. اومده بودم در. قضیه نون خشکی چیه دیگه؟ یه نون خشکی اومد دم در، به ساید گفت که داره بارون میاد. دیگه کافیه، مأمور من تو سمبوسه فروشی منتظر شماست. تا نیم ساعت دیگه اونجا باشی. بله بچه‌ها. سمبوسه بدم خدمتتون؟ سمبوسه کارتو بکن. دوامی سیم یه مشتری بیادش. اگر سمبوسه رو با دست راستش داد مشتری، معلوم میشه راست دسته. اگه با دست چپش داد، معلوم میشه چپ دسته. بله. سلام آقا. سلام جان. سمبوسه بده. آره سمبوسه. چپ دسته. بله. چپ دسته. نه، با دست راستش داد. راست دسته. یه مشتری دیگه داره میادش. الان میره پیش سموسه فروش. در گوش سموسه فروش میگه اینا اینجا چی میخوان؟ صد سموسه فروش چی میگه؟ سموسه فروش میگه مزاحمه. ما رو میگه؟ شماها رو میگه. میگه میخوای حالشون رو جا بیارم؟ بعد وقت سموسه فروش چی میگه؟ میگه موافقم. خب ماموریت من دیگه تموم شد، باید برم. کاری ندارین؟ خداحافظ. کجا؟ ما کجا؟ ماموریت هم تموم شده. قرار ما این نبود. ما رئیس گفت شما مأمور ضد مافیا هستین. نه خیر، بنده مأمور تشخیص مافیا هستم، نه مبارزه با مافیا. سایه؟ بله. این مادرم تازه دختر قربونه. من میرم. اگه ببین اگه از اینجا ما سالم رفتیم بیرون، بله، که بعد سری میری ترمینال. بله. دوتا بلیت قزوین میگیری. خب منم میرم خونه وسایلو جمع کنم. دست گلتون یه عالمه درد نکنه قربان. شما به من دروغ گفتین رئیس. دروغ نگفتم. نه یعنی اشتباه کردین. شما گفتین اون مأمور تا آخر پرونده میمونه. الانم خب نمون. خب اون بزدل ما رو جا گذاشت تو دهن شیر. چرا نمیفهمی؟ اون فقط تو تشخیص مافیا کمکتون می‌کنه. تشخیص؟ اون دست چپ و راستش هم نمی‌شناسه. انقدر تابلوئه که اونا به ما مشکوک شدن. حالا که اتفاقی نیفتاده. الان اتفاقی نیفتاده. شما می‌خواست چه اتفاقی بیفته؟ همین مونده بود که اون گنده تیکه پارمون کنه. من دیر جنبیده بودم که لای سمبوسه‌ها بودم. الان که اینجوری از شما نیروهاتون حمایت می‌کنی، من دیگه یه ثانیه هم تو این خراب شده نمی‌مونم. خب نمون. نمونم. هنو یه هفته نشده من اون زندانی خطرناک رو تحویل شما دادم. بعد یادتون رفته؟ نمونم. خب بمون. بمون. من عمرن اینجا نمیمونم. من تا یه ثانیه دیگه اینجا نمیمونم. به درک. ها به درک. بله با شده. دارم میرم. کجا؟ برم میرم دیگه. میرم قزوین. کجا میرم؟ قزوین برای کی؟ اینجا جای من نیست پدر جان. اینجا جای من نیست. نیست؟ آقا کی جاده آقا؟ با مافیا که شوخی که نداره که. با مافیا که نمیشه در افتاد. با پشت منو خالی کردن. ولم کردن رفت.
کشتیش؟ کشتمش؟ بله. پشست مگه مافیا که کشتمش؟ بله. قربان من ترمینال هستم. گرفتی بلیت؟ کوروش! کوروش! کارگا پشندی! کارگا پشندی به دادم برس! کارگا پشندی به دادم برس! ببین کوروش معتاد شده! قرص اکس میزنه! نگاه کن ببین به چه روزی افتاده! چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ یه جوری ریشهشو بخوش کن دیگه نیاد! این جوون رو نجات بده! ببینش! نگاهش کن دیگه! دیگه یکم دیر شده! برای چه دیر شده؟ دارم میرم! کجا داری میری؟ دارم میرم یه مزرعه خریدم یه گوشه گاو و گوسفند پرورش میدم بهتر از اینه. پس این جوونای ننه بردن کی نجات بده؟ دیگه اصلا برام شلوغ نکن اهمیتی نداره. اینا فاسته دل زدید آیا؟ بله. شنیدم که میخواین برین یه جای دور افتاده و گاو و گوسفند پرورش بدید. بله یه جای دور افتاده که گاو و گوسفند برام. من شیر بده یه دیویدی. بله. من یه جای دور افتاده که گاو و گوسفند البته من میخرم مونتا ساعت پرورش میده بر شما خوبه. یعنی مافیا اینقدر ترسناکه؟ ترسناک مافیا مافیا نه ترسناک اینقدر که نه به هر حال ترسناک خب بله خب مافیا به هر حال ترسناکه. به هر حال اگه جای شما بودم میموندم به خاطر خیلی چیزها و مبارزه میکردم. معذرت میخوام این جمله آخری رو یه بار دیگه تکرار کنم. به خاطر خیلی چیزها میموندم و مبارزه میکردم. بله. خاطر خیلی چیزها. DVD. نه DVD. کوچیکشو نمیخوام. قربان من خواستم مافیا رو غافلگیر کنم. خفه شو. مافیا کدوم گوری بوده؟ شما گفتید ما غلط کردی. من گفتم بابا شما مگه مامور ضد مافیا نفرستید؟ فرستادم تحقیق کنین نه اینکه آدم بکشید. اینجا اداره کشفیات قصابی که نیست. چشم یعنی چی؟ حالو یعنی چی؟ خب همینجوری گفتم چشم یعنی ببخشید. من الان یه نفر میاد اون مدار ازت میگیره. در ضمن باید تا یه سال خرج بزرگ کردن 8 تا بچه سنبوز و فروش رو بدی تا موقعی که حالش کاملا خوب بشه. فهمیدی؟ 8 تا بچه قربان؟ همین که گفتم. برای گرفتن مدال اومدم. نمیشه بری فردا بیاد؟ نه خیر، رئیس دستور داده همین الان اونو پس بگیرم. چشم. خب بدین دیگه. متشکرم. وایسو. این 1000 تومانه بگی بچه‌ها شب شیرینی بخورن. بنده مدیر کل اداره ارزیابی هستم. ایوه. 1000 تومان بده. باش. تکرار نشه. بله بفهم.
کوروش. بله. شیش دنگ حواستو بده به کار. ببین من میرم تو اداره برج‌سازان الان برمیگردم. پدر نمیذارن شما اون برج بسازید. میسازن. 20 طبقه شم میسازن انقدرم به این ور نرو. آخه این آبرو ما رو میبره. ما اینجا داریم تکنولوژی میفروشیم، شما چرتکه گذاشتین اینجا. گفتم به این ور نرو. حواستو جمع کن به کارت. من الان برمیگردم زود. چشم برو. خیالت راحت باشه. بله. بله. سفارش چی؟ شیر؟ کوچه 34م؟ نه شیر نداریم، شیرها رو گفتن آلوده است نمیاریم دیگه. بله، خواهش میکنم، خداحافظ. خانم این خدمت شما. آقای پیردوست، برای بار 1000م میگم قانون دیگه اجازه ساخت برجای 20 طبقه رو به هیچ کس نمیده. خب خانم ناظری عزیز، بابا جان هر لایحه‌ای یه بندی، یه نیم بندی، یه چیزی داره دیگه خانم. اما تبصره قانون ما فقط به کارهای فرهنگی اجازه ساخته. منم میخوام کار فرهنگی بکنم. ببینید شما چرا این از اول به من نگفتید؟ یعنی شما میخواین چیکار کنین؟ ببینید من طبقه 20مشو میخوام یه مجتمع فرهنگی بزنم، البته برای بچهای بی بضاعت. طبقه 19مشم میخوام یه کتابخونه عمومی درست کنم. بفرمایید آقا، لطفاً بفرمایید. برید به کارتون برسید. شما عجب حرفایی میزنی خانم. آدمی که برج ساز باشه که نمیاد کار فرهنگی بکنه که خانم جون. من که نمیتونم پولم بردارم کارخونه پفک و ماکارونی و نم چیپس و این چیزا بزنم خانم. اون وقت میگن مغزه چرا فرار میکنن. بابا من پولم رو دوست دارم تو مملکت خودم خرج کنم خانم. آقای پیردوست، میخواین خیالتون رو راحت کنم؟ بفرمایید خانم. آب پاکی شما بیرید رو سر ما. بفرمایید. ببینین تنها کسی که شما میتونین ازش مجوز ساخت برج 20 طبقه رو بگیرین آقای هیربوده. خب اینو خانم زودتر بگو، این آقای هیربود کجاست؟ من کجا پیداش کنم؟ چه ریختی بتونم این مجوز ازش بگیرم؟ من که کارمندشم، 6 ماه به 6 ماه نمیبینمش. اینو گفتم که شما فقط دست از سر من بردارید. پس آقای هیربود مجوز بده کار تمومه دیگه. آره من آقای هیربودو نمیشناسم، هیچی هم به شما نگفتم. فهمیدم، آقای هیربود. آقا فشنده، اینجا چی کار میکنی؟ بابا، کوروش کاف اینجا میشین، اینو گوش بده. تو هم بیا. نگه دستم به این کوروش نرسه. خیلی شیرها آلوده شده. چه کوروش بهت گفت؟ کوروش کن. الو، سلام قربان. آره. اداره برج‌سازان. بنده پیردوستم، با آقای هیربود رئیس اداره برج‌سازان کار داشتم. چی آقا؟ 6 ماه دیگه وقت ملاقات میدن؟ یعنی چی آقا؟ من امروز براشون کار داشتم، برای این برج 20 طبقه. الو؟ الو؟ بی‌معرفت قطع کرد. گفتن امروز زلزله میاد. چند دفعه بهت گفتم به حرفای این پسر کوروش گوش نکن آقا پشندی. یه دقیقه اینجا بگیر بشین، من الان میرم برمیگردم. من اینجا چیکار کنم آخه؟ همینطور به اصلا سر میره. چی آقا بشین اینو گوش کن، سرت گرم بشه، من حالا برمیگردم. جدی میگی؟ شما تمرینات کششی رو شروع کنی، من رسیدم. آره، دو تا فیگور بگیرم سوسکین. سلام، من داشتم میرفتم چیز اینجا بدنسازه دیگه ها؟ نه منو باش که اون مغازه رو به امید تو کوروش ول کرده بودم رفته بودم. همین، خدافظ، من برم. کجا؟ بشین. برم مغازه دیگه. بشین. این اداره برج‌سازان میگیرم، بگو آقای هیربود رو میخوام. بابا این چی کار؟ گوش کن، وقتی که آقای هیربود خودش صحبت کرد بگو من داداششم، بعد گوشی رو بده به من. آخه این چه کار؟ بد کن. الو، سلام علیکم، آقای هیربود تشریف دارن؟ آقا من سر مرگ و زندگی مادرشون تو بیمارستان و من برادرشونم. صداش کنه. ولی کلا ببین، یک دونه از اون آپارتمان ها رو میدم بهت، بدنسازی به نام خودت بزنی. داری کلا میگیره بدنسازی. الو، ندارم؟
دیگه داداش ندارم. من پیداش میکنم، اگه من این ایربودو پیداش نکردم. حالا میبینی. پسرم بیدار شو. پسرم بیدار شو. بابا ولکن از بخوابم بابا. لنگه زورم ای تو کار زدگی نداری؟ چیه بابا؟ بابا صد دفعه گفتم من این شدید بیدار نکن. صبونه داری؟ بلنش من که نهارم خوردم. بلنش من خودتم باشتم سر گاز بخور. دو بعد زوره صبونه میخوای؟ چی بعد زور؟ چی؟ نهار خور؟ چی؟ با... ساعت دوه؟ هرچی کار سخت به من میده. سلام آقای کروش. ببخشید چیزه من چیزه اینه میگم. ببین تونتون بگی من کار دارم، دارم میرم دانشگاه. آخ چقدر من دوست داشتم برم دانشگاه. خیلی دوست داشتم برم دانشگاه. کاری داشتیم با من غلط بکنم. بابام با شما کار داره. چی کار داره؟ بابام گفتش که آها بابای من داره یه برج میسازه از این 20 طبقه. البته من خیلی مخالفم که داره این برج میسازه. ببینی من الان دارم کارام میکنم میرم دانشگاه. به باباتون بگین که من هر وقت دانشگاه برگشتم شب میام خدمتشون. آخ بابام گفت همین الان بیاین بالا. آخ من الان نمیتونم. آخ من نمیدونین چی شده. چی شده؟ الان بهتون میگم چی شده. گفتن که هیچ کی از خونه بیرون نیاد، هوا آلوده است، هیچ کی مدارس دانشگاه آموزشگاه نره. جدی میگی؟ بله تلویزیون گفت هر کی میاد بیرون مونوکسید کربن بالا خفن میشه. خفن میشه؟ این چه خبر خوبی به من دادین، به خاطر اینکه من چیز امروز اصلا امتحان داشتم اصلا حسین نشم. حالا به بابا میگم عادت دارم خوشحال میکنم. ببین خانوم، شما فقط شماره اداره برج‌سازی رو میگیری، میگی من با آقای هیربود کار دارم، میگی زنشم. زن هیربود، یا بگیم الان تو بیمارستان هستم بچه‌مو مریضه و گریه کنید. بگید زن آقای هیربود برج‌ساز. نه آقا من اصلا قصد ازدواج ندارم، چون من الانم درس میخونم. چقدر جدی گرفتم. ببین دخترم، تو فقط بگو من زنشم با آقای هیربود کار دارم، همین. آخه همه چی از همین تلفن‌های ساده شروع میشه. ببینید راستی شما معیارتون برای ازدواج چیه؟ ولی کن بابا بزن حرفشا بزنه کوروش. آقا صدا نمیاد، بلند حرف بزن. الو، من با آقای هیربود کار داشتم. بله؟ من همسر بله بله ای دنیای بی وفا. میگه اصلا آقای هیربود زن نداره. بابا این کیو داره پس؟ برادر که نداره، زن که نداره. این مارمولک پیدات میکنم. میگم مگه امروز نگفتن اداره ها بسته است؟ برای چی دخترم؟ گفتم واسه آلودگی هوا. گفتن که کسی از خونش بیرون نره. آقا من اگه با اجازه من رفتم. من خدافظ. به به آقای کارآگاه، شما همیشه عادت دارین پشت در خونه مردم فالگوش با میسین؟ خب این شغل اختزامه. بله؟ یعنی اختزای شغلمه. ببخشید. ببخشید. من معذرت میخوام، یک سوالی دارم. تون بله من متشکرم. عرض کنم که توی من، یعنی سوالم اینه که چرا قبلا به من نگفته بودید که ازدواج کردید؟ آقا تو رو خدا ولم کن. ببخشید خانم هیربود. ببینید من همه چیز رو میدونم. من میدونم که آقای هیربود همسر شماست. من میدونم که شما چند تا بچه دارین که پاسکاری میکنین به هم دیگه، هیچ کس حاضر به نگهداریشون نیست، مشکل حضانت دارین با هم، مشکل من همه چیز رو میدونم. شوهر دارین یا نه بالاخره؟ نه خیلی. اینجوری که اصلا من نمیذارم برین شما، هوای تهران آلوده است، بعد ناراحت میشه ریتون. باش. باسین، یه ماسک چیزی بزنین حالا. باش. یه ماسک بزنین ماسک. هوا تهران کثیفه. من دیرم شده. من ساعت 5 بعد دانشگاه. هوا کثیفه آخه. من ماسک میزنم. تو ماشین دارم میزنم. الان شما برو اونجا دوباره. هوا خیلی کثیفه. من نمیذارم اینجوری شما بریم. من دارم میگم. حالا نرین. آلوده است. من تو ماشین دارم. هوا تهرانم آخه. خب من سلام علیکم. سلام علیکم.
خوب هستین؟ مرسی. شما خوبین؟ صحبت میکردین؟ آلوده است. سلام قربان. سلام. رئیس گفته آب تو دسته بریز تو حوض بوده بیا. این شلوغ بازی ها چیه؟ من نمیتونستی زنگ بزنی؟ خب اونم میشد ولی دیدم اینجوری پلیسی تره بهتر. ببخشید من دیرم شده باید برم. آلوده است. من اجازه بدین بگم که ساعت شما رو با آژیر از خط ویژه میرسونه که سریعتر برسین به نه؟ کجا؟ خونه؟ خونه. بابات کجا؟ بابامو چی کار داری؟ باباتو چی کار داره؟ آره تو وایسا اینجا من الان میام تو بکن بابا دیگه یه دوست این پسر تو بگیر کنترلش کن تا نزدم لهش کردم. مگه چیکار کرده بابا؟ باز تو چیکار کردی آخه؟ چه دست گلی به آب دادی؟ مگه تو مأمور آلودگی هوا هستی؟ تو منطقه من مزاحم مردم میشی؟ بابا من گفتم از که ضد آلودگی بزنه گیر دادی ها. درست صحبت کن. درست صحبت کن. درست صحبت کن تا نزدم درست صحبت کن. گیر دادی کارا دیگه گیر دادی دیگه کارا. من تو منطقه من مافیا رو زدم له کردم. تو نخود تازه جونه زدی سر سو. قاطی مافیا چیه بابا؟ چی میگه این؟ مافیا؟ بله. مافیا گفتی و کردی هلاکم کاراگا. من یه آقای هیربوت میشناسم. بله. رئیس اداره بورس‌سازان. اون از مافیا بدتره. ببین کار آقا چی بشه؟ من میخوام اونو بگیری تحویل منش بدی، شیرینیت هم محفوظ. معذرت میخوام، معذرت میخوام. زیر نور لامپ رشوه به مامور قانون؟ بابا رشوه چیه کار آقا؟ من فقط گفتم تو اینو پیداش کنی تحویل من بدیش. اجازه بدی؟ بلد. اجازه بدی شلوغ نکن آقا جان. من چه در اینجا چه اون موقع که در قزوین بودم خب در تمام طول دوران کارآگاهیم تا حالا نشده روابط کاریم رو در روابط شخصیم چی دخالت بدم. خب تو سر باش خونه رو خالی کن تمام. ببین میخوام چهار طبقه بسازم. بسلام اجازه بده. همیشه که اینجوری نیست که. گاهی هم شده که روابط شخصیمو در روابط کاریم دخالت دادم. این بستگی به عقاید شخصی انسان‌ها داره. بله. فامیلی یارو چی بود فرمودین؟ همون اسمش عقاید فامیلی شخصی. شب کن آقا. بله. تو حرف نزن. آقای هیربوت. 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 بله. بله. لطف عالی مستدام. این دکمه رو که فشار میدی پرونده ها میاد. فهمیدی الان کدوم دکمه رو؟ بله بله قربان. تمام پرونده ها رو دارم میریزم تو کامپیوتر. بله. یعنی دیگه چون حوصله کاغذ بازی ندارم. بله بله. تو واقعا تمام این توضیحات رو به کلیدا دادم فهمیدی؟ بله قربان. نفهمیدم. من مطمئن بودم. کاملا طبیعیه. این پرونده‌ای که جناب رئیس گفت نیاوردن؟ سلام. سلام قربان. پرونده منصور پتر. فوری، ویژه، کاملا محرمانه. بله خیلی متشکرم. ببخشید. ما دنبال به یک آدمی می‌گردیم به نام هیربود. تنها عضو فعال مافیا فعلا همون سموسه فروش است. بله. اون میتونه بهتون کمک کنه. ما نمیتونیم همزمان به دو تا پرونده برسیم. من همزمان میتونم به 20 تا پرونده برسم. لال شدم صحبت. بله. بله. قربان ما باید بریم الان سموسه فروشی؟ بله شما باید برید سموسه فروشی. رمزتون هم اینه که وارد سموسه فروشی که شدین چهار دفعه نمکتون رو جابجا میکنید. ممنون شما. 47 دکمه است اینو یاد گرفتی همه رو؟ نگرفت. قربان بیا برگردیم قصد. کارتو بنویس کارتو بکن. بابا فکر میکنم الان وقتش. چه بدبختی گرفته دیم. یکی دیگه برج میسازه. ما باید جونمونو به خطر بنویسیم. آقا شما چی میخواین از جون من؟ شما هیچی عزیزم شما کارتو بکن. این سمبوسه رو بخورید دست از سر من بردارید. قربونت برم زودتر بگو دیگه. من آدرس هیربود رئیس اداره بورس‌سازان رو میخوام. آقا به خدا پسرموی ما فقط آبدارچی اداره بورس‌سازا است. من اصلا اونجا نرفتم نمیدونم اونجا چی کار میکنه. به نفعت این کار رو بکن تو بخور.
آدرسشو بنویس بده من. یعنی من آدرسو بدم کار تمومه، دست از سر من ور می‌داری؟ رئیسم آدرس بس. آدرس اشتباهی بنویسی دودمان تو به باد میدم. آدرس یعنی کار در مافیا بسیار مسئله پیچیده ایستا، میبینی؟ بله قربان. بده من. بریم اداره. برای چی میترسی؟ دارم بهت آموزش میدم. بله. حواستو به این جمع کن. بله. اینجا گلوله ها رو گذاشتیم. بله. افه یه ور. بله قربان. منو نگاه. بله. فهمیدی الان؟ الان به سمت بنویس الان. به سمت راستتون. بله. بله. اینا رو میگم آویزه گوشت کنی. چش قربان. مفهوم افتاده الان این کارایی که من کردم؟ بله قربان. بله. سلام علیکم. منصور خطر؟ بله بله. جناب رئیس ما الان داریم میریم برای دستگیریش. بله بله. شما امری ندارین؟ الو الو. بله قربان شما. قربان این منصور خطر خطرش ما رو تهدید میکنه. اون آدرس منصور خطر رو از تو پروندهش بده من. سلام سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ حال شما خوبه؟ بابا گفت آدرس هیربادو بدین. تو اینجا چیکار می‌کنی اصلا؟ بابا گفت اگه آدرس هیربادو ندین فکر یه خونه دیگه باشین. تو اصلا بیخود کردی اومدی تو اداره من. آدرس هیربادو بابا می‌خواد. تهدید می‌کنه. حالا آدرس هیربادو بده قربان. بگیر. نه این اون بود قربان. این نبود که. الان اینی که تو پرونده دادی کدوم؟ الان این بود. این بود تو پرگوشتم رو. این آدرس هیربادو. بگیر اینو. بفر. بر این نیست. بده من. اینه. این که الان از تو پرونده دادی آدرس منصور خطر بود. شما گفتید منصور خطر من دارم از این پرونده منصور خطر رو گرفتم گذاشتم رو این دیگه. پس همین. اینه. همین. اینه. همین. برو. نه اون که انداختم رو این که میشه منصور خطر. اینه میشه زیریش. برو. برو. نه خوشم اومد میشه روتون حساب کرد. خوشت اومد الان. برو. قربان ما هیچ وقت همزمان دو تا پرونده رو دنبال نکردیم. الان همزمان دو تا پرونده رو دنبال میکنیم. پاشو برو. پاشو. پاشو زود باش. به من میگم منصور خطر، نه برگ چغندر. جنسا باید تا فردا صبح حاضر باشه. آقا سلام عرض میکنه. سلام. ببخشید من با آقای هیربود رئیس اداره برج‌سازان کار داشتم. چی کارش داری؟ میخوام یه برج 20 طبقه بسازم. خب برو بساز. خیلی مخلصیم. شما آقای هیربود هستی؟ خیلی ممنونم. آقا خدمت شما. بفرمایید. در ضمن من یه هدیه ناقابلم خدمت شما آوردم. بفرمایید. چقدر هست؟ روم به دیوار، روم به دیوار 500,000 تومان. با این پول فقط میتونی یه مهد کودک یه طبقه بسازی. ببخشید من نمیدونستم شما من خود مایی. اگه میدونستم بیشتر میآوردم خدمتتون. ولی فردا تو اداره خدمتتون میرسم، بقیهش هم همونجا تقدیمتون میکنم. مطمئنم. خیالتون راحت باشه. اینو بگی به من. بگی بالا اون دست. دستشو بگی رو به بالا بگیر. از اون ور بگی رو به بالا. آها این ور بده من. اصلا رو منصور خطر عزیزم. منصور خطر قربان. یارو از اون صرف نزنیم صحبت. منصور خطر خودتو معرفی. الو الو چیکار که الو. منصور خطر خودتو تسلیم کن، بازی تموم شد، خونه در محاصره است عزیزم. منصور خطر قربان. این یارو از اون زبلاسین بیرون نمیاد به این سادگی. یکی منصور خطر بگیر اینو. این نقشه کامل خونه است. از تو کانال کولر میریم تو. از کانال دستگیرش میکنی. تو از کانال کولر رد میشی. قربان بیا برگردیم قزوین. حرف نباشه. سلام خانم. سلام. خوب هستین؟
به آقاتون بگین بیاد خودشو تسلیم کنه، بازی تموم شد. شما مطمئنی درست اومدین؟ من اینجا با مامانم زندگی میکنم. با مامانتون؟ این بازی ها دیگه قدیمی شده خانم، ما صد تا این چشمه ها دیدیم. حکمو نشون بده. آقایون اینجا پلک 4، پلک 11 اونجاست. حکمو ببینم. زمان. بزنم با این بلنگو تو مغزت بیاد، تو حلقت بریزه، تو شکمت. دست گلتون درد. برو گم شو. چشم. برا! سلام علیکم. با دفتر کارآگاه پشندی تماس گرفتید. لطفاً بعد از شنیدن صدای شلیک پیغام خود رو بگذارید. متشکرم. الو کارگاه پشندی، کجایی؟ شنیدم به طور خودسر افتادی دنبال پرونده برج‌سازان و مافیا و این چیزا. لقمه اندازه دهن خودت بردار پسر، با دم شیر بازی نکن. به جای این کارا منصور خطر رو برو برای من بیار. یادت نره اون آدم خطرناکیه، گدار به آب نزن. کی میشه تو کارت رو یاد بگیری؟ کی میشه؟ من از دست تو چی کار کنم؟ منصور خطر بیا بیرون عزیزم، کارت ساخته است، بازی تموم شد. منصور خطر چی کار داری؟ بی بیرون بابا، چی کار داری؟ موشه گربه بازی بس عزیزم، خونه محاصره است، بی بیرون. بله سویل، اگه با من کار داری چرا افونو میزنی؟ چرا افونو میزنی؟ چه با کلاس شده واسه من، چرا افونو نمیزنی؟ بی بیرون بابا. اگه مردی وایسا اومدم. چی گفت؟ گفت اگه مردی وایسا اومدم. معلومه خیلی عصبانیه. تو مردش هستی؟ نه قربان. پس اینو بگی بری. یواش. بریم دیگه قربان. این چه بنزین نداره که؟ یادم رفت بنزین بزنم، ببخشید. این عملیات هر لحظه داره ابعاد پیچیده تری پیدا میکنه. سلام علیکم. احوال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ کارگاه پشندی کدومتونی؟ کارگاه پشندی؟ ما هر دومون. من یه ساعدی بسازم که 11 تا ساعد از بغلش بزنه بیرون. قول. تو ماشین میشینی کتک خوردن منو نگاه میکنی؟ آره. قربان دیدید که دستم پر بود، بلنگوه دستم بود. بلنگوه دستت بودم. بهت میگم بلنگوه دستم. چیه دارم به طرف میزنم؟ حواست کجاست؟ به پدرتون بگید اون اسلحه رو بذاری کنار، خطرناک آخه. بابا جان اون اسلحه رو بذار کنار، اون اسبابازی که نیست، اون وصله کار ما. خدا چیه تو؟ اخ جان دست درد نکنه کارگاه، گل کاشتی. آقای هیربودو پیداش کردم. یعنی مجوز بابا اینه خودمون بود. یعنی مجوز برجو گرفتی؟ ببین قرار شد فردا برم اداره برج سازان. فردا میرم اونجا کار تمومش میکنم. عجب مرد نازنینی. فردا باید میام اداره برج سازان. برای چی؟ برای اینکه اگه تو میتونی برج بسازی منم میتونم برج بسازم. من از این حرفی میخوام بیام بیرون، خسته شدم. بیا فردا. پول نداری که کاراگا که. پول نمیخواد عزیزم. پول نمیخواد. من با جونم، با به خطر انداختن جونم به خاطر برج‌سازی مثل تو میتونم این کار بکنم. بالاخره این برای این کار یه امتیازایی به من هم میدن که بالاخره. تو میخوای چند طبقه بسازی؟ 20 طبقه. 20 طبقه میسازم میرم بالا. من 25 طبقه میسازم که برجم یه سر و گردن از برجت بالاتر باشه. ببینیم طبقه آخرش هم دفتره کارم میشه. باریکلا. ببخشید. سلام علیکم. آقای هیربود گفتن که شما رو نمیشناسن. سلام خدمتشون برسونید. بگید پیردوس خیلی سلام خدمتتون رسید، اینم بدین خدمتشون. معذرت میخوام، بفرمایید که کارگاه پشندی هم اومدن برج 25 طبقه میخوان بسازن. معطل شما اگه میشه سریعتر تشریف بیارید. بله چشم. اینا تا رنگ پولو نبینن و هیچ کاری واسه آدم نمیکنه. خیالت رو قربان ببخشید.
اگه اجازه بدید یه مجوزم واسه من بگیرید، من یه 4 طبقه از این زمین پدریم که مونده بسازم. وقتی دوتا برج ساز دارن با هم حرف میزنن، یه 4 طبقه ای نمیاد وسط بگه بیلم کو. بفرما. تو اصلا برای چی اینجا چیکار میکنی تو؟ قربان خودتون گفتین دست گلو بگی برده بگی. پس صحبت نکن، حرف نزن، بشین اینجا. چشم. به به، آقایون برج ساز. خواهش میکنم. آقای هیربود. کارگاه پشندی هم که اینجا تشریف دارم. آقای هیربو شمایی؟ بله من، اجازه بدین امر ایشونو من الان میگم. دستتونو بیارین بالا بخشید. تشته باشین اینجا. ایشون منصور خطره؟ آدم خطرناک، کلاهبردار، پدر سوخته. منصور خطر کی آقا؟ من از دست شما شکایت میکنم. ایشون منصور خطره، اصلا هیربود نیست، این کلاور داره. آقا یکی به ما بگه اینجا چه خبره آقا؟ اجازه بدین. سلام عرض میکنم جناب رئیس. شما خوب هستین؟ قربان شما. بله بله. قربان منصور خطر رو ما دستگیر کردیم. بله بله. تکونم. منصور خطر رو ما دستگیر کردیم. الان اینجا هست خدمت شما آماده ی تحویل. بله بله. منصور خطر از مرز فرار کرد دیشب؟ بله. آها یعنی ایشون منصور خطر نیست؟ بله بله. خیلی متشکرم. ببخشید من مزاحم شدم. ایشون منصور خطر نیستن. دستبندشون رو پاشو باز کن. قربان دست کلید که اینجا، کلید دستبند که اینجا نیست، قزوینه. جا گذاشتیم. دادم کلیدساز از روش بسازه. باید صبر کنیم تا آماده شه. باید صبر کنیم کلیدش آماده شه. کلیدش آماده شه. چکرم. اینا کیک و شیر کاکاو کیک خوردن پولشو دادن یا نه؟ نه. ده. خب خوردن پولشو نهیده؟ سرمو آوردم بالا حساب کنم رفتم. بابا جان من، پس اگه اینجوری بخوایم زندگی کنیم که اصلا هشتمو گروه نورمون تو بعد پولشو ازشون بگیری. بابا حرف زور میزنی، خب اون داشتم حساب کتابم بعد من یقه کاراگا رو بچستم مالا. گوش کن کاراگا جان، گوش کن. سر اول برج که شده حقوقت کم میکنه، تو دفعه بعد بدونی که باید پول جنسی که میفروشی بگیری. حرف زور میزنی بابا. چه حرف زوری میزنم عزیزم؟ من اندازه تو بودم و اینقدر باج به کسی نمیدادم. از همه پدرم و فلانم اینا حق و حسابمو میگرفتم و همه مشتری ها میگرفتم. اینجوری نیستش که. سلام علیکم. سلام علیکم جانم. بفرمایید. بفرمایید. چیه؟ دعوا داری؟ نه بابا کاسبی داریم، کسر کاسبیون ازون کار داریم. پول چرا داریم؟ 1000 تومن مال کیر کاکاو. خب دیروزه اینم 5000 تومن که بده کاری هست. یعنی چی؟ 5000 تومان بدهکاری؟ بله. خیلی با بیشتر از این حرف آقا پشندی 50000 تومان بدهکاری؟ ببین ما هر وقت میام اینجا میریم با مشتری دعوا داریم سرمون صفرا که اضافه بکنیم. ببین آقا پشندی سر کن اینا اینجا نوشته آقای پشندی 50000 تومان. بی خودی هم حرف حسابی نزد. حسین آقا 60000 تومان. خب. گرچه همه رو تو صفر ازم آقا پشندی صفر چی گذاشتی عزیز من؟ من پول ازت میگیرم 50000 تومان شما بده کاری میبین شما هم شدی نه پسرت میاد اینجا شیر کاکاو میخوره مفتم اجانی رو راشی میگیرم دارد از سر من خیلی نه شو لازمه من پول بدهی تو بدی دارد از سر من ها پا چی؟ هیچ کار نمیتونه بکنی میتونم پولم رو میگیرم هیچ کار نمیتونه بکنی دارد پولم رو ازت میگیرم بده کاری باید پول بدی این که پول بده کاری من خیلی نیشتن های حرفا دار تو هم از شیر و ماست 5000 تو هم عیز من بدهید بیشتر از اینه باید بدهید تو بدی میام در خونه ببین ازت پول میگیرم یا نمیگیرم میام ازت میگیرم ببین دو روزه پولت میکنم یا نه هر غلطی میخوای بکنی بکن حالا ببین من تو رو پولت میکنم تا آخر شب یا نه خیلی خوب شما بفرمایید شب ببین ازت پول میام بگیرم یا نه میام ببینم بفرمایید شما بفرمایید خوشش میاد بفرمایید
دیدی گفتم؟ چیو؟ به زور نمیشه مردم پول گرفت، نتونست. حالا تو امشب صبر کن ببین من چریختی اینا رو تبدیل به پولش رو میکنم، چریختی ازشون پول میگیرم. خیال میکنه نوبرش آورده، ملاحظه اون موی سفیدش رو میکنم کوروش، ولی جلوی در مغازه میتونستم همینجوری کاری باهاش بکنم، پولو بذاره رو میز بره. میخوام زنگ بزنم، یه دقیقه ساکت. خب زای زنگ تو بزن بابا، خیال میکنه نوبرش آورده. الو دو روزه پولش رو میکنم. الو جی جی باور کن امشب رفتنیم. آره اصلا فکر میکنن که دونگمون چقدر من هرچه حرف نمیزنم 50 تومن 50 تومن میشه دونگمون 50 تومن میشه دونگمون. باشه من با آژانس خودم میام سر قرار. آره میام سر راه. باشه خدافظ. بابا نشستی یه هرتز میخوری، خب برو پولتو بگی پایین نظر. اینا فکر میکنن زرنگن، من بخوام دو روزه پولشون میکنم. آره بله. برو شما پولتو بگی من باید برم. بلند شو. خب کجا میخوای بریم؟ من چه چیکار باید کنم؟ بابا 50,000 تومن دنگم، سه روز میخوام بریم بالا بمونیم. شما من که کوروش پول ندارم به تو بدم که. بابا من شما پشندی پول نمیخوام. 50,000 تومن. خب چرا نمیری پایین ازش بگیری؟ ببین من بخوام دو روزه میتونم پولشون کنم، میرم یه اگه بتونی بگیری میکشمتو بهت نمیده. بلند شو ببینم. اگه نتونستم تو حالا نگاه ببین کوروش شما میتونی پول بدهی؟ ببین صاحب کو کوروش من کاری باهاشون میکنم، پولشون میکنم که تو دیگه از این به بعد باج اضافی به کسی ندی. باری کلا بلند شو. بیا پریسا جون بیا. چه خونه قشنگه اینجا، همیشه انقدر ساکته. آره چطور مگه؟ خوش به حال خوابگاه ما که مثل بازار آهنگراست، انقدر سر و صداست کلافه هم گرده. خب آخه ما اینجا رو خیلی گشتیم پیدا کردیم، میدونی؟ اینجا نه کسی بچه داره نه هیچی. بعد هم اینکه خب همه خیلی مراحت هم دیگر میکنم. بیا خوش به حالتون. مرسی پدر جان. حساب کتاباتو با پیردوز تصفیه کردی؟ تصفیه کردم همه شو. تموم شد. میگم پیردوز با شما حرفی از شیر کاکائو نزد؟ شیر کاکائو؟ شیر کاکائو؟ نه ولش کنی چونم. من میرم باز کنم. من میرم خودم دروا میکنم. بشین. آقا پشندی. آقا پشندی بیا جو بینم. آقا بالاخره بدهی تو به ما میخوای پاس کنی یا نه؟ چه خبر ده خونه رو گوشتیم سره؟ به ما بدهکار نیستی؟ نخیر. پدر جان مگه شما نگفتی تصفیه حساب کردی؟ بابا پسر برم کنم بلم زن که بگی؟ بابا پیر مرکز لاغل مشکلمون رو کارگاه حل کنه با هم دیگه. مشکل چی حل کنه؟ من که سرسو بردم کارگاه حل کنه؟ خب بابا جان حالا من این وسایل بدی من حساب میکنم چیکار کنم؟ چقدر بده هیچ؟ بابا جان برو 50,000 تا برای شما تا رو بگی برای چی رو بگی 50,000 تا برای؟ تا خیلی عجیبه این سرصداها. اصلا هیچ وقت همچین سرصدایی اینجا نبوده. اصلا خیلی غیر طبیعیه. من نمیدونم اینا چیه. هیچ وقت همچین سرصدایی تو این خونه نبوده. فکر کن جدی نگی درس بخون. اینجور که اینا میگن تا صبح میخوان اینجا داد بیداد کنن دیگه، من نمیتونم درس بخونم. نه شوخی میکنم تو، مگه میشه تا صبح پشت بیدار بمونم؟ نه درس بخون بابا، هیچی نیست، شوخی میکنه اینا. ۵۰,۰۰۰ تومن اومدی دو ماه مال جنس بردی عزیز من. ماست و یکی میشه 50,000 تومن. بابا آقا من خجالت نمیکشه. پدر جان اجازه بده من حساب کنم. جنس بردی ما خودت چند تا برده من؟ پدر جان من 50,000 تومن رو میگم. بابا میرم بایرم کن. دو ماه آزکار اومدی جنس خوردین بردین، بالاخره مال نخیر تو کارت خالی کردی. خیلی خوب آقا من بنخرم. آقا من به بدهی میرم. دفتر که من میرم سف میذارم. کجا سف میذارم بابا؟ سف نمیذارم. همه رو میذارم بابا. من میخوابونم بابا. خیلی خوب. خیلی خوب. ما ببینیم چی میشه. برو چما. باشه ما ببینیم چی میشه حالا. پدر جان برو. هر که خجبه برو. خیلی خوب. خیلی قلب ضعیفه. برو برو. چی شد پولو گرفتی؟ پس چی؟ پیرمرد به خیالش با بچه طرفه. خب الان پول پیشته دیگه. آره عزیزم تو فکر کردی من مثل تو بچه‌ام بذارم حقمو بخورن صدام هم در نیاد؟ داره نه خب شما پولو بده برم، بچه‌ها دیگه منتظرن 10 نفره واسوندم یه ساعتو. ببینم ای پول نقد میخوای؟ آره دیگه من نگفتی پولو گرفتم. چرا گرفتن که حتمیه، اما کارگاه اشاره به من میکرد، به من نمیدونم میگفت پول به حساب خامونه یا گفت برو بخواب، میخوابونم به حسابت. بس این همه ادعا میکنی زرنگ نیستی، حقتون رو خوردن یا آبی هم بالاش. دو دفعه رفتی دست خالی برگشتی بابای من. زکی کی حق منو خورده؟ من میذارم حقمو بخورن، میرم الان
پولشون میکنم برمیگردم میام بالا. بس دو نیم ساعت دیگه همه منتظر منن اونجا. حق بچه تو دادی اون گردن کلفته خوردن. یا یه فکری به حال حق ما کن. یا اینکه کوروش تو صبر کن، اگه تا یه ساعت دیگه 50000 تومان پول روی میز نبودا، من اسمم عوض میکنم دیگه، هم توی خونه با نمیستم. حالا نگاه کن، حالا یه دقیقه دیگه صبر کن ببین چی میشه. حالا میگم تو دلت برای سوسمار سوخته؟ آخه تو نمیدونین کیه؟ اومده میگه پسرت اومده توی مغازه شیرکاکاو با کیک برشه خورده. خب در رفته. در رفته؟ بله. دیگه چی گفته؟ دیگه بعدا گفته که اومده دوباره اومده پشت ویترین آدامس بلند کرده. آدامس بلند کرده؟ بله. تو من شیرکاکاو کیک خوردم، پولشو ندادم، در رفتم. میگه دیگه جفتمونه میگه، احتمالاً با منم بوده. من آدامس کش رفتم. من؟ بله همون شما. من شیرکاکاو میخورم پول نمیدم. من بعد جناب آقای امام دستیار عوضی شریفه. تو غلط کردی، تو غلط کردی. من شیرکاکاو میخوام مثل آدم شیرکاکاو میخورم. فرار برای چی بکنم؟ خب ما تو همین اسم موندیم. بله بله بابا مافکاری اینو دندونت مزه کرده. این دوست داشتم بیاوردم بهت بدم پولو. این قضیه رو شهرشو به جناب آقای که اینطور شد یک قرار بدی کارگاه پشندی از 5 دقیقه پولو دادی دادی ندادی ها به جان خودم فردا صبح اول صبح راه میافتم میام تو اداره کشفیات با بلنگو انقدر فریاد میزنم که همه بفهمن. میگم بابا این کارگاه دزده. صبح به صبح مینه دزده میاد تو مغازه من شیرکاکاو میخوره پولش هم نمیده، این دزده فرار میکنه میره. بچه میترسونی؟ تو بچه میترسونی؟ چسقله؟ من مرد نیستی. اگر فردا صبح نیای اداره کشفت امری نداری؟ کارگاه این پول ما رو بده، شر قضیه رو بکن کارگاه. چه کار کنم بابا، چه خاکی به سرم بریزم؟ بابا چی شد گرفتی؟ میگیرم کوروش جان یه دقیقه صبر کن، میگیرم رفته پول میاره. بابا جای جای منتظر آوردی. چی کار کنم، چه خاکی به سرم بریزم؟ کجا میارم؟ خوب شد الله پدر جان، خنک شدی؟ فردا پاشه بیاد اداره ما حیثیتم اونجا ببره، شما جواب میدی؟ پسر جان محکم باش. بگه محکم باش. این حرفا چی میگن؟ محکم چی چی باشم؟ به چی چی محکم باشم؟ فردا شما میای اداره جواب میدی؟ قربان یه را که بیشتر نداره، اونم که پول اون یارو رو بدید بره پیکارش دیگه. پول از کجا؟ با تو تخم کردی؟ پول چی چی؟ پول چی چی رو از کجا بدم؟ همین پول. پول چقدر داری بده؟ پول چقدر داری؟ من این شهر رو بخوابونم. پول چقدر داری؟ من چیزی ندارم، من 1200 تومن بیشتر ندارم. پس لال شو بذار صحبت کنیم، پول از کجا میتونیم جور کنیم الان؟ مرد 48000 رو چقدر کم داریم؟ 48800 تومن کم داریم الان. چیکار کنم؟ از کجا بیارم این موقعش؟ از من سوال کن پدر جان. این همه پول 50000 تومن شما چیکار کردی؟ 5000 تومان داریم به این. خب اون که 1000 تومان داریم، 6000 تومان. 6000 تومان. 44000 تومان بقیه‌اش کو؟ این غذایی که می‌خوری، شیر می‌خوری، ماست می‌خوری؟ غذایی که می‌خوری؟ بله بله. مرتضی یک لقمه 200 تومان تمام میشه واسه. خیلی خوب، یعنی 50000 تومان ما در ما غذا می‌خوریم. من برجم به بقیه‌اش خودم رفتم گردش کنم دیگه. گردش؟ بله. گردش شما کجا می‌ری که انقدر خرجش بالا؟ ملی ها. بله. بله؟ رفتم تو باغ ملی ها. خب رفتم تماشاخونه، رفتم سینما. آها رفتی تم بله بله میره تماشاخونه. این که میره تماشاخونه که بله. تو الان چقدر پول میتونی جون؟ قربان یه راهی هست. چیه؟ قرض کنی. از کی قرض کنم این موقع شب؟ از این خانمای دانشجو. از خانم دانشجو آدم پول قرض میکنه؟ از دانشجو پول داره بعدم پول قرض کنه ازن؟ باشه داشته باشه. حرف نزن، نمیخواد برام فکر کنی. برو لای کتابا زیر فرش اینا هر چی سوراخ سن بداریم بگرد ببین پول پیدا میکنیم یا نه. واسه من نگاه برو. نگرفتی پولو؟ نگرفتی؟ نتونستم کوروش، نتونستم. پس چرا دروغ میگی به من؟ 4 ساعت منو مسخره کردی، هی میدی پایین دست خالی برمیگردی بالا. 4 ساعت داری لاف گزاف میزنی. بابا من دروغ بدم میاد. نمیتونی بگو نمیتونم، بگو نمیتونم، بگو نمیتونم. این چیه؟ چقدره؟ 50000 تومان. فیلم بازی میگه ما رو فیلممون کرده بودی. تو هنو بابا تا نشناختی کورو. جونه بابا من نمیدونستم کی هستی. بابا تو دیگه کی هستی؟ این کی ثانیه کوروش؟ نیومدی اونجا وایس نگاه کنی گوش کنی؟ درگیرم شدی شما مثل این که عددی نیستم کوروش. تا اینه کیه؟ بگیر اون خورده رو بذار کنار، 5 تومنی میشماری. اینو بگی تا کن بگیر اینا رو.
این چیکار کنم اینا رو آخه؟ 6500 تومن به چه درد من میخوره؟ چقدر کم داری؟ چه میدونم 44000 تومن. هی من به تو میگم پول دست این مارمولک نده. بازی حرف خودشو میزنه. به اون مارمولک چه مربوطه؟ چیکار کنم؟ اینا دادی به اون دیگه. فردا میاد اداره آبرومو میبره. مثلا چیکار میکنی تو اداره؟ تو زریوری هم به تو میگه. چیزی هم میگه؟ اشکال نداره نه. پدر جان بعد یه عمری جون کندن قرار ترفیع بگیرم. فردا مفهوم الان افتاد قرار ترفیع بگیرم همش میپره میره بکارش بسر کره روز اول نگفتی به من این قضیه رو تموم کنید من که گفتم باید بریم قرض بگیریم خیلی خوب پامی بده من اینو پامیشی میری در خونه خانوما در میزنی سلام علیک میکنی میگی یه مقدار پول قرض میخواستم میخوام برم قزوین مادرم مریضه به من پول قرض بده خب من نمیتونم حرف بزنم میدونی که بدتر خراب میکنم اصلا خود شما برید بگید پدرم مریضه من پاشم بگم برم پدرم مریضه خب آقای پشندی شما پاشید برید بگید پسرم مریضه بهتون پول قرض بده آخه بی مخ من مریضم اینجا من پیرمرد بلاشم برم اونجا بگم پول بده پاشو اصلا یک کار دیگه کن پاشو برو به در خونه دخترم میزنی سلام علیک میکنی میگی پدر کاراگاه مریضه خودشم رفته ماموریت نیست پول قرض بده من که گفتم من نمیتونم حرف بزنم پاشو عجب غلطی کردم من گفتم قرض بگیرید پیشنهاد دادم میگم انگار گوش شیطونه کرد سر و صدا اینا خوابیده دیگه گفتم آره من که گفتم اجازه سابقه نداشتم که سر و صدا بشه پدر جان اینجا پتو میندازم دراز میکشی خب بعد خودتو میزنی وقتی خانم اومدن بیرون خودتو میزنی به بیهوشی و حال اغما خب بعد ساعد میدوه میاد خانم هم پرسن چی شده ساعد میدوه میاد میگه که ما این حالش بده مریضه ما منتها پول نداریم ببریمش بیمارستان کاراگاه هم ماموریته بله بسرم اینکه تابلو نمیشه؟ تابلو نمیشه بگی پتو بنداز اینجا ولش کنی بده منو بخو بودو من گفتم شروع میکنی گفتم شروع آهنالتو شروع میکنی بسیم در بر چیکار میخوام بکنم؟ آه و ناله میکنه اونو خودشون بیان بیرون آخ آخ ایفا سلام شبه خانم یه کاری بکنید این بنده خدا یک ساعت اینجا افتاده قلبش گرفته داره نفسهای آخرش میکشه اینجا اومده چیکار من نمیدونم من تو اتاق داشتم صحبت میکردم با تلفن که آمبولانس بیاد برگشتندم نیسمیس که خودش اومده اینجا چیکار کنم الان چه کاری ازش من کارگاه ماموریت اینه که من مزاحم شما شدم یه کاری بکنید میخوای ما ماشین ببرم تو بیمارستان خیلی لطف میکنید ولی ما مشکلمون اساسی ماشین نیست روم به دیوار روم به دیوار روم به دیوار مشکلمون پوله قربان پول بله شبای خانم بله. چقدر لازم دارین؟ والا گفتم 50000 تومن میگیرن قلبشو عوض کنه قلبشو عوض میکنن؟ بله. من که سواد درست حسابی ندارم اینجوری دکترها گفتن 50000 تومن خرجش میشه بله بله ببینید من یه پولی دادم الان پیردوست بله بله بذاریم برم ببینم اونو ازش اگه میتونم بگیرم بگیرم که چیز کنیم شما میشونم بله. در اینجا ببریم بریم زندم در که بذاریمش تو ماشین منم برم این پولا رو میتونم بگیرم باشه سلام علیکم حال شما خوبه؟ به مزاهم که نشتم جایی که داشتی نمیرفتیم نه من کوراش داره با دوستاش میره کوه اما که دیگه گذشته آه بیرسی مشکلی پیش اومده واسه من یعنی چه جوری بگم یه آدمی احتیاج رو ببریمش اورژانس ولی آدم پول نداره بعد اگه ما نبریمش اورژانس میمیره بعد من میخواستم از شما خواهش کنم اگه میشه اون پوله رو که من بهتون دادم بدی خدا رحمتش کنه یعنی واقعا اینقدر حالش اورژانسیه خب اورژانسی دیگه من که دروغ به شما نمیگم بله خب من ببرمش اورژانس نه ببینید ما اونو خودمون بلدیم خودمون میبریمش اورژانس ولی اینکه شما اگه لطف کنید فقط اون پولا رو بدید ببخشید الان که ندارم در ذهن شما من همین الان به شما 10 دقیقه پیش من به شما 50 شما گفتی تا فردا من احتیاج ندارم الان من به هر حال
عجله دارم، میخوام این پولو. من که الان که ندارم که. خیلی عجبه، من الان همین 10 دقیقه. سلام، حال شما خوب هستی؟ اون 50,000 تومانی که بهت دادم بده من بی‌زحمت. واسه چی؟ این خانم کریمی برای یکی از دوستاش مشکل اورژانسی پیش اومده، 50 تومن بدم گرفتاری را بیافته. یعنی چی؟ یعنی من پولی که مال منه من بدم خانم کریمی بده دوستش بره خودش معالجه کنه؟ آره دیگه عزیز من، گرفتاری سر سیا نکنه. آقا مؤدب باشینا، اصلا میدونی چیه؟ اون پولی که من الان دست شماست که دادم به باباتون الان دست شماست، مال منه. من همین الان 50,000 تومن به بابای شما قرض دادم، الان پولم هم میخوام. یه دفعه از اول یه دفعه ببینم، شما رفتی پایین با قلدری پولو از پشندی گرفتی، بعد ازت هم کلی ترسیدن عذرخواهی کردن، حالا الان این خانم اومده میگه پول مال شماست؟ بله. خب من کورشو نتونستم ازشون بگیرم دیگه، نتونستم. بابا تو دیگه کی هستی؟ ببینیم میشه وقت دعواهای خانوادگی بذاریم بعدن حالا تو 50 تومن به من بده بیزن. بده دست دادم، من جبران میکنم، دفعه بعد بیشتر بهت میدم. مرسی، خیلی ممنون. بفهمی تو ناراحت نمام، دفعه بعد یه جوری تو رو میفرستم که حسابی با پول کنون بری کو. الان این حرکاتی که میگم به خاطر میسپری مینویسی همه رو؟ بله بله قربون.